سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تی وی. با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد بازیگران و هنرمندانی که فقط یک بار عاشق شدن. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما هم مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. امیر جعفری و ریما رامینفر. امیر جعفری متولد 10 شهریور 53 در تهران. ریما رامینفر متولد 5 فروردین 49 در تهران. عین همسرش بازیگره. امیر جعفری در تئاتر با ریما رامینفر آشنا شده و به مدت 8 سال با هم نامزد بودند که در نهایت ازدواج میکنن و تو سال 86 صاحبه فرزند به نام آیین میشن. امیر جعفری درباره آشناییش با ریما میگه: زمانی که با ریما آشنا شدم خیلی جوان بودم. فاکتورهای خاصی برای عاشق شدن نداشتم، اما مطمئنم اگر با شخص دیگری ازدواج میکردم کل زندگیم تغییر میکرد. با تمام نداشتنها و مشکلات من ساخت. ما 8 سال نامزد بودیم به خاطر اینکه پول نداشتیم ازدواج بکنیم. بعضی وقتها فکر میکنم سیمرغ‌های اصلی من در خانه هستن. بزرگترین جایزه هایی که خدا به من داده، همسرم و پسرم که همیشه تو خونه منتظرم هستن. فاطمه گودرزی و علی رضا گنجی. فاطمه گودرزی متولد 19 تیر 42 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. گودرزی تو سال 61 با عبدالرضا گنجی کارگردان ازدواج کرده که ثمره این ازدواج یه دختر به نام آوا و یه پسر به نام پویانه که هر دو بازیگر شدن. بیشتر سایت ها عکس حسن روشن، بازیکن سابق استقلال، رو به عنوان همسر فاطمه گودرزی معرفی کردن که سعد نداره. فاطمه گودرزی درباره همسرش میگه: من و همسرم شیوهی در زندگی پیش گرفتیم که تا به امروز به دوام زندگی ما کمک زیادی کرده. ما به همدیگر اجازه نفس کشیدن بدون یکدیگر رو دادیم. گاهی زن و شوهرها باید این اجازه رو به هم بدن که بدون یکدیگر به سفر برن و با دوستانشون معاشرت کنن. به نظر من این دوری‌های کوتاه مدت اونا رو به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کنه. فاطمه معتمداریا و احمد حامد. فاطمه معتمداریا متولد 7 آبان 40 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. خانم معتمداریا تو سال 60 وقتی 20 ساله بود با همسرش احمد حامد ازدواج کرد که ثمره این زندگی یه فرزند پسر به نام نریمان شد. معتمداریا درباره خواستگاریش میگه: اون زمان احمد تازه از سوئد اومده بود و میگفتن خیلی باسواده. منم گفتم ببینم چقدر سواد داره و مقداری راجع به سینما و ادبیات حرف زدیم. این رابطه شکل گرفت و مدتی ادامه داشت تا اینکه 2 ماه بعد به احمد گفتم: با من ازدواج میکنی؟ گفت: باید برگردم سوئد. گفتم: ولش کن، حالا بیا یه سال با هم زندگی کنیم، لااقل کمیته نمیگیرتمون، اگه خواستی بعد یه سال جدا میشیم. احمدم گفت فکر خوبی و به این صورت زن و شوهر شدیم. علی حاتمی و زری خوشگام. علی حاتمی سال 1323 تو خیابون شاپور تهران متولد شد. حاتمی از 23 سالگی به صورت جدی وارد فعالیت‌های سینمایی شد و تو سال 75 هنگام ساخت فیلم جهان پهلوان تختی به علت بیماری دار فانی رو ودا گفت. زری خوشگام متولد 1326 در اصفهان، بازیگره. خوشگام سال 50 وقتی 24 ساله بود با علی حاتمی کارگردان 27 ساله ازدواج کرد که تنها ثمره این زندگی تولد دختری به نام لیلا حاتمی تو سال 51 بود. خانم خوشگام سال 49 توسط احمد شیرازی به علی حاتمی کارگردان برای بازی در فیلم مترسک کنار محمد علی فردین معرفی شد. قرار به همکاری اونها تو فیلم مترسک با عشق و عاشقی کارگردان و بازیگر باعث کنسل شدن ساخت فیلم شد و این دو در کمتر از 10 روز با هم ازدواج کردند. لیلا حاتمی و علی مصفا. لیلا حاتمی متولد 9 مهر 51 در تهران و علی مصفا متولد 11 آذر 45 در تهران. حاتمی تو سال 77 وقتی 26 ساله بود با علی مصفای 32 ساله رسما ازدواج کرد. رابطه این دو از فیلم لیلا در سال 75 که نقش دو عاشق رو بازی می‌کردن شروع شد. در نهایت 2 سال بعد به ازدواج ختم شد. ثمره این زندگی اما یه پسر به نام مانی و یه دختر به نام عسل شد. تا کنون چندین بار خبر کذب طلاق این زوج منتشر شده، اما هیچگاه این موضوع حقیقت نداشته. پرویز پرستویی و نسترن پرستویی. پرویز پرستویی متولد 2 تیر 34 در همدان، بازیگره. پرویز پرستویی تو سال 60 وقتی 26 ساله بود با نسترن پرستویی ازدواج کرد که ثمره این زندگی 2 فرزند، یه دختر به نام سمیرا و یه پسر به نام بهروز شد. هیچ عکسی از همسر پرویز پرستویی تا کنون توی رسانه‌ها منتشر نشده. اکبر عبدی و همسرش. استاد عبدی خودش نقل میکنه که تو 19 سالگی عاشق یه دختر 18 ساله شده، ولی در نهایت به دلیل مخالفت خانواده وصلت انجام نمیگیره.
به فاصله 20 روز از شکست عشقی با نینا دختردایی 14 ساله محمد رضا شریفی نیا ازدواج میکنه که ثمره این زندگی تنها یه دختر به نام المیرا میشه. نرگس محمدی و علی اوجی. نرگس محمدی متولد 9 فروردین 62 در تهران. علی اوجی متولد 17 اسفند 62 در تهران، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سینماست. نرگس که شهریور سال 95 مهمان دور همی مهران مدیری بود، با کمال صداقت در این برنامه مدت هاست خواستگاری ندارم. چند ماه بعد در اردیبهشت 96 نرگس محمدی با علی اوجی ازدواج کرد. خبر این عروسی با انتشار چند عکس از سالن عقدی در منطقه سعادت آباد تهران رسانه‌ای شد. مراسم خواستگاری اونها با هماهنگی لاله اسکندری در حرم مطهر امام رضا انجام شد. جمشید هاشم‌پور و همسرش. هاشم‌پور متولد 3 فروردین 23 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. آقای هاشم‌پور با نام قبلی جمشید آریا قبل از انقلاب با خانم مهرنگیز متین ازدواج کرده که ثمره این زندگی 2 فرزند دختر شده. مریم هاشم‌پور یکی از دخترانش تجربه مجریگری در تلویزیون را هم داره. پژمان بازقی و مستانه مهاجر. بازقی متولد 19 دی 53 در تهرانه. مستانه مهاجر متولد 15 اردیبهشت 53 در تهرانه. پژمان بازقی تو سال 86 وقتی 33 ساله بوده با مستانه مهاجر که چند ماه از او کوچیک‌تر بوده ازدواج میکنه. این زوج در یک جشنواره سینمایی با هم آشنا میشن. حالا ثمره این عشق یک دختر به نام نفس شده. خانم مهاجر درباره ماجرای آشناییش میگه: من عاشق پژمان شدم. ما اولین بار در یک جشنواره سینمایی همدیگر رو دیدیم. دوست مشترکی داریم که ما رو به هم معرفی کرد که این آشنایی در نهایت سال 84 به ازدواج منجر شد. سعید سهیلی و مهناز منتظمی. سهیلی متولد سال 1338 در خراسان، کارگردانه. اوایل دهه 60 با همسرش مهناز منتظمی ازدواج کرد که ثمره این زندگی 2 فرزند پسر به نام ساعد و سینا و 2 دختر به نام سارا و سبا شد. تمام فرزندان این زوج در عرصه هنری تجربه بازی دارند. ساعد سهیلی و گلوریا هاردی. ساعد سهیلی متولد 3 بهمن 66 در مشهد. همسرش گلوریا هاردی متولد 11 بهمن 60 در فرانسه که بازیگر سینما و تلویزیون تو فرانسه هم بوده. گلوریا هاردی یه دختر دورگه فرانسوی ایرانیه که تو سال 94 با ساعد سهیلی ازدواج کرده. بازی گلوریا در سریال کیمیا تو سال 94 باعث انتشار خبر ازدواج این دو شد. به گفته گلوریا هاردی این دو توی جشنواره فیلم که تو پاریس انجام می‌شده با هم آشنا شدن و بعدم عاشق هم دیگه شدن و ازدواج کردن. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.